آقای ترسوندیم. چیزی واسه ترسیدن نیست، کلا یه ماهی که ازدواج کردی، وقتی هم که رفتیم گیرسون یه مولودی خوبم میگیدیم. چه مولودی؟ کی مرده؟ مولودی خداحافظی با اون شوهر بیعقلت. این کاغذ رو امضا کن تا اون پسرم حساب کار بیاد دستش. این درخواست طلاق من امضا نمی کنه. چرا؟ یعنی چرا اینقدر سری آخه؟ یعنی چی سری ها؟ نکنه تو فکر میکنی کارهای بازی حیات ها؟ یا میخوای شوهرت بازی بدی و داری ما رو گول بزنی؟ نه من کسی رو گول نمیزنم. پس واسه چی کاغذ امضا نمی کنی؟ یعنی من فکر کردم که با هم حرف میزنیم و اونجوری توافق میکنیم. حیات یواش یواش داری من عصبی میکنی. یا اینو امضا میکنی این کار تموم میشه، یا اینکه حاضر میشی چمدون تو برم داری میری پیش شوهرت. ببین کیه. حیات باید با هم حرف بزنیم. او مراد سالفیلماز خیلی خوش اومدی، به مراسم امضا رسیدی. بیا ببینم. بیا بیا نوای خوشگلم، بیا زد داشتین این کاغذ رو امضا کنین تا همه چه تموم بشه بره. یه لحظه این چیه؟ این برگی تموم شدن داستان شماست، درخواست طلاق. من طلاق نمیدم. به این کاغذ دست نزن. حشمت خان دستمو ول کنی، همچین چیزی نمیشه. کی میخواد جلوشو بگیره؟ من. مرتب فیلم هست، دوره ی تو دیگه تموم شده. ببین آقا داری زیاده روی میکنی. فرض کن که زیاده روی هم کردم، میخواد چی کار کنی؟ من نمیخوام بی احترامی کنم. نمیتونی بکنی، دهن منو باز کن بچه. حشمت خان بسته دیگه. من اومدم اینجا تو باهات حرف بزنم حیات. من نمیخوام گوش بدم. خسته شدم دیگه، نمیخوام عذابم بدی. تموم شد این کار، تمومه، تموم شد. یعنی تو این کاغذ رو امضا کردی؟ آره آره. باشه پس منم پارش میکنم. چون دیگه هیچ دادگاهی اینو قبول نمیکنه و مراد سارسیلمازی هم نیست که بخواد به این کار اجازه بده. اینو فراموش نکن. اینقدر مغروری که حتی نمیبینی خودت ما رو به این وضع انداختی. تو یه ذره هم خودتو مقصر نمیدونی مراد. اشتباه اینه که تو اینو امضا میکنی. چاره ای برام نذاشتی آخه. یعنی چی؟ طلاق چاره ای کاره؟ آره. تا وقتی تو اینجوری میکنی آره. نمیبینی به بنبست خوردی؟ باشه هر طور تو بخوای، طلاق میگیری. نگاش کن، فکر کرده چون کاغذ رو پاده کرده ریخته رو هوا همه چه تمومه، بعدش فکر طلاق بگیدیم. انگار دیگه نمیشه این متن رو بنویسیم. حالیم تاز، حالیم دومن اولمسن یینیسم تکنسم بیتسم بیا اتمم اونوتون چکتان گیریه دانمم اما سن بینی unutamazsın anımsarsın aniden bir adam bir akşam misal bana benzeyen tutar geçer tam önünden ne yapsan sen beni unutamazsın bir yağmur yağsın da bir şarkı çalsın Sen beni görsen unutamazsın Müzik
Canım sarsın aniden. Bir adam bir akşam misal bana benzeyen tutar geçer tam önümden. Ne yapsan sen beni unutamazsın. Bir yağmur yağsında bir şarkı çalsın. Sen beni ölürsen unutamazsın. Ne yapsan sen beni unutamazsın. Bir yağmur yağsında bir şarkı çalsın. Sen beni ölürsen çalsın. Sen beni görsen unutamazsın. Ceplerinde cümleler saklayamazsın. Hayat! Doktorum! Konuşamazsın. Hayat! Hayat! Azizem çeşatı باز کن. Hayat! Hayat! Doktorum چی شده? Hayat çeşmatı باز کن. توبا جون ببین باید برگردی شرکت، ما تو وضعیت بدی هستیم. عزیزم میشه به این آقای جوون بگی که سارته دیگه واسه من اصلا مهم نیست؟ اوف توبا از دست تو، دارم میگم شرکت به هم ریخته، همه کارا سر من خراب شده، برای تو اصلا معنی نداره. چرا؟ آقای رئیس که همه چی حل میکرد. حتی رئیس نه، رئیس خیلی خیلی بزرگ سارسیل ماست. داداش من حتی نمیتونه تو آینه نگاه کنه، چه برسه به شرکت. عجیبه، آقاتون مشغول تیکه تیکه کردن کلکسیون زمستونیه. نه توبا جان، چون مادرشو بردن بیمارستان. مادرش؟ باز دوباره خودش آفتابی کرد؟ طرف همش میمیره، بعد دوباره نمیدونم چطوری زنده میشه. توبا، برای آخرین بار میپرسم، برمیگردی یا بر نمیگردی؟ کلکسیون زمستونی. باشه، درستش میکنی. معذرت خواهی؟ اونم اوکی. ببین اینجوری قبوله، بزن بری. بری وایسا ببینم. آقای رئیس خیلی خیلی بزرگتون ناراحت نشه که میخوام کلکسیون زمستونی رو را بندازم. چوبا جون فکر کنم فراموش کردی، یکی از سهامدارای شرکت منم. اوکی پس سارته منتظر من باش، ملکه بزرگ داره بر میگرده. بزن بری. دارلین آی کال یو. سردمه جونم عزیزم. خیلی سردمه. میگه خیلی سردمه. خاله امینه. ها چی شده؟ به هوش اومد؟ آره به هوش اومد. هنوزم میگه خیلی سردمه. داره از تب میسوزه، دخترم داره آتیش میگیره، خیلی عرق کرده. بیا لباساشو عوض کنی. خاله امینه میگم بهتر نیست ببنیمش بیمارستان. لباساشو عوض کنیم، اون وقت اگه به خودش نیومد ها، اون وقت ببریمش. خوبی دخترم ها؟ نیستم، اصلا خوب نیستم. بذار اون مرار فاق فیلمازو گیرش بیارم، پوست و تنشو قلفتی میکنم. بابا اگه برگه دیگه ای نیست تا بدی حیات امضا کنه، اجازه بده لباساشو عوض کنی ها؟ نمیخوام این کارو بکنم، من نمیخوام این کارو بکنم. چه عجله ای داره؟ آخه چه عجله ای داره؟ برگره گذاشته جلوی بچه، بعدشم از دست مراد عصبانی میشه.
میگی ما میدونیم عاشقی یعنی چی؟ اگه میدونستی چرا تو عشق بچه ها دخالت کردی؟ حالا دخترم حیاتو خیلی خراب کردی. مادرشم میگه من نمیدونم چه عجله ای دادی که سری کاغذ طلاق و گذاشن جلوی دختره. عجله دارم امین خانم، عجله دارم. آخرین لحظات عمرمه، آخرین لحظاتشه. میگم این کارو ردیف کنم بعدش هم برم، اینجوری با بار سبک برم اون دنیا. خسته نباشی. خوش اومدی پسرم. ممنونم دایی. این وقت روز خیر باشه. امروز اینجوری شد دیگه. بشین یه سفره خوشگل برات بچینم. دایی لطفاً برام یه نوشیدنی بیار. البته البته الان ردیف میکنم. اوفی خدا، یه نامزدی هم نتونستیم بگیریم. خب راستش نمیخوام تو این روزای سختی که دوستامون دارن خودخواهی بکنم، ولی خب آخه ایپک. بله. الان تو رو از تو خواستگاری بکنم. داری جدی میگی؟ آره مگه چیه؟ آره که داریم قهوه هم میخوریم خواستگاری هم میکنیم. باشه خواستگاری کن سیبیلو. پس خواستگاری میکنم. باشه. به امر خدا و سنت پیامبر تو رو از تو خواستگاری میکنم. هستی؟ راستش جوونا همدیگر رو دیدن و پسندیدن و از همدیگه خوششون اومده، پس تو این شرایط اصلا جایز نیست چیزی بگیم. جایزه دخترمونو دادیم رفت، دادیمش. آره بردار ببر. دادی؟ دادیم. پس منم گرفتمش. یه لحظه بایسا، یه چیزی کمه. چی شده؟ منتظر باش دیگه. پس بذار بندازیم. بنداز. خب کی میخواد بباره؟ یکی میباره دیگه. قیچی کجاست؟ اونم تو کیف من هست. داره بیسا. بیا 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 بیا. سلام. ببخشید مزاحم شدیم، ولی میشه روبانه ما رو ببری؟ اینجوری سرپایی که نمیشه. چرا میشه میشه، چه کار کنیم اینطوری شد دیگه. مهم اینه که مردی که دوستش دارم پیشمه. ما همینطوری روزیم که ازدواج کنیم. انشالله تا آخر عمرتون خوشبخت بشین، به پای هم پیر بشین. انشالله. بذارین دستاتونو ببوسم. خیلی ممنونم. ممنون. ایپکم
چی شد؟ چرا یه دفعه ناراحت شدی؟ نه اینطوری نیست، فقط کاش دوستامون بودن، خونه بادمون کنارمون بودن، برای همین ناراحت شدم، ولی خیلی خوشحالم. شما کی هستی؟ آفرین، واقعا که آفرین. خانم محترم، شما رو نمیشناسم، میشه از اتاق من بریم بیرون؟ ناراحت نشو، نقشه خوبیه، فقط یکم کلیشه‌ایه، بازم نقشه خوبیه، اما متاسفانه تو بازیگر بدی هستی. خانم محترم، ببینین، چرا برای شما فیلم بازی کنم؟ من هیچی نمیفهمم. تو به چشمای من نگاه کن. آدمایی مثل تو رو خیلی خوب میشناسم، چون همه تون از یه قماشین. تو با این کارت فقط احمقایی مثل مراد و عزیمه رو میتونی گول بزنی. حداقل اسمتون رو به من بگین. پس یعنی میخوای ادامه بدیم؟ باشه، گوشاتو باز کن و خوب گوش بده. آه، تصادف کردی؟ دنده‌هات شکسته؟ خیلی درد داری؟ آره؟ ولی یکم طاقت بیار عزیزم، چون که اینا تازه روزای خوبته. اگه از اینجا بیای بیرون و با کمال پر روی بیای خونه من، کاری میکنم سه برابر این درد بکشی. عاقل باش، وقتی از اینجا در اومدی خیلی زود گم و گور میشی و میری. برگرد به همون آشغال دونی که بودی، فهمیدی؟ فهمیدی چی گفتم؟ امیدوارم حرفای منو فراموش نکنی. فکر کنم به اندازه کافی واضح حرف زدم. روزتون بخیر. هنوز به خودش نیومده، چیکار کنیم؟ امینه، سمت ما جوراب سرکه‌ای پاش میکنن تا تبش بیاد پایین. میگم میخوای این کارو بکنیم؟ خاله فهیمه جونم، این بیماری حیات از اعصابشه، بهتون که گفتم. مو قرمزی مثلا تو پرستاری، و چرا دخترمو خوب نکردی؟ بابا، اصلی باعث شده حیات به این روز بیافته؟ ها؟ من مقصرم؟ نیستی؟ یعنی چی که برگه طلاقو میدی به بچه امضا کنه؟ خب داماد داده دخترمو اذیت میکنه، دخترم هم میخواد طلاق بگیره، من باید چه کار میکردم؟ ببین بابا، تا امروز هر کاری کردی من دهنمو باز نکردم، هیچی نگفتم. گفتم از من بزرگتره، گفتم حق داره، ولی اینم پاره تنمه. من بچه‌مو از تو خیابون پیدا نکردم، بس دیگه بابا. بابا ببین، تو 50 ساله برای عشقت داری میسوزی و میسازی. چرا دلت بر... ببینم عشقی که نصیب شما نشد نصیب اینام نشه بابا، چرا همه چیزو خراب میکنی؟ امینه، تو میدونی من نیت بد ندارم، ولی خونه خراب کردن گناه بابا. مامان بس دیگه دعوا نکنی، دارم میلرزم، طاقت ندارم. تو رو خودتو ناراحت نکن، یکی یه دونم ببین، چیزی نیست، تموم شد دیگه، چیزی نیست. خدای من، اینجوری منم بعد حرف میزنم، بعدش هم خودم ناراحت میشم. امینه گوش کن، اسم این بیماری عشق بدیومه، باید به مراد زنگ بزنی. ها؟
حالش خرابه، دارو مارو بهش اثر نداره، مرادو میخواد. مراد حتی نمیبینی خودت ما رو به این وضع انداختی، یه ذره هم خودتو مقصر نمیدونی مراد. برو توی اتاق دیگه بخواب. برو ما هم دیگه رو دوست داریم. منم موافقم، ولی بعضی وقتا دوست داشتن کافی نیست. اگه از این در بری بیرون دیگه نمیتونی برگردی. من خیلی ناراحتش کردم، حیاتو از دست دادم. قرار بود بریم پارک، قرار بود بچه دار بشه. دو قلو قرار بود واسه بادکنک بگیرم، خرابش کردم، همه چی رو خراب کردم. ای بابا ور، اصلا نفهمیدیم چی خوردیم. این دیگه چی میگه؟ نشسته اونجا داره برای خودش حرف میزنه، ناراحت نشده داشت. آقا برو دردتو واسه دختره تعریف کن. بیا بگیر داداش، اشکاتو پاک کن. ببین داداش من، ما هم درد داریم، ما هم اعصابمون خورده. زشته بابا، اینجوری که نمیشه. الان درداتون بیشترم میشه. این یارو چی گفت؟ نمیدونم، وایسا ببینم. باشه. دخترم دهنتو باز کن. باز کن عزیزم، داغه آخه. باز کن، باز کن ببینم، باز کن. ایپک جونم، اصلی جون، اون انگشتره چی تو دستت؟ آه، من با کرم نامزد کردم. تو بوفه بیمارستان ازم خواستگاری کرد، منم بهش جواب مثبت دادم، بعد با هم دیگه نامزد کردیم، فقط همین. دخترم عزیزم، یعنی همه کاراتون عجیبه. ایپک ببخشید، به خاطر ما بهترین شبتون خراب شد. نه بابا اینقدر چرند نگو، مگه چیه؟ اتفاق دیگه. عزیزم مگه میشه یکی از خودش خواستگاری کنه، اونم تو بوفه بیمارستان؟ او خب شد دیگه، به اینو فکر نکن خاله امینه جون. در آینده یه خاطره قشنگ داریم که میتونیم برای بچه همون تعریفش بکنیم، مگه نه؟ بهشون میگم با باباتون تو بوفه بیمارستان نامزد کردیم. واقعا متاسفم. ای بابا اینقدر چرن نگو دیگه، تازه ما تلافی میکنیم. حیات، این صدای مراده؟ حیات. آره ها. این پسره داره چی کار میکنه؟ چی شده؟ انگار مسته. خرسه به اون گندگی از کجا پیدا کرده؟ دیشب یه خواب خیلی خوب دیدم، اونجا هم خیلی لجباز بودی. تو همیشه لجبازی، مثل بوز.
حیات ببین، ببین چی برات گرفتم. یکی دیگه مثل این میگیرم، برای دخترمون میگیرم. خودتو آوردی جانم، دیگه نیازی به خرس نبود. بابا ساکت باش ببینیم چی میگه. زود باش بیا پیشم حیات. میای حیات؟ دخترم این مس کرده، الان همه رو بیدار میکنه، آبرومون میره. ببین من دارم چی میگم، اگه بابا بزرگت اینو اینجوری ببینه کاری میکنه این خرسو درست قورت بده. حیات، حیات خیلی معذرت میخوام برای اینکه تو رو ناراحت کردم، منو ببخش. ببین برات پشمکم گرفتم، دوست داری مگه نه؟ دوست داری؟ عاشقشی. بادکنک ها رو میبینی؟ ببین همش واسه توه، شهر بازی هم میبرمت. خب؟ منو ببخش حیات، فقط کافیه مثل قبلن بهم نگاه کنی. حیات من میخوابم، یکی بهش بگه بیرون سرد زیاد منتظر نمونه. آی دوستم حداقل به حرفاش گوش میکردی، گناه داره. کجا گناه داره؟ بذار تا صبح منتظر بمونه یخ بزنه مرتیکه، اصلا مثل سرما بخوره. اما دیدی چقدر قشنگ ازت معذرت خواهی کرد. خیلی دیره. نه دخترم، این دفعه تصمیمشو گرفته، حتما طلاق میگیره. زود باشین بلند شین، براتون نوشینینی درست کردم، بوش نمیاد. صبح بخیر. بودو صورتتو بشور، بیا صبونه بخوریم. حیات باز چی شده؟ سر صبحی داری داد میزنی حیات؟ یعنی چی باز چی شده؟ نوشینینی من داره سرد میشه، زود باشین دختر رو داریم به چی نگاه میکنی؟ این صبونه رو تو آماده کردی؟ آره. اصلی تلفنت کجاست؟ میخوام عکس بگیرم بذارم تو اینستاگرام چون که ترکوندم. دارم میبینم دوستم و نگرانت شدم عزیزم. من خوبم، چیزی برای نگرانی نیست. آره مام همینو میگیم، یعنی به نظر طبیعیه که خوبی. تو چی کار میکردم ایپک؟ افسرده میشدم، پتو رو میکشیدم رو سرم، شب و روز گریه میکردم. بله. ناراحت نیستی؟ فراموش کردم دیگه. چه فراموشی؟ هنوز دو روزم نشده. دخترو زندگی کوتاهه، پرنده ها پرواز میکنن، من تمام گذشته رو فراموش کردم. زندگی جدیدم اینه که همش به جلو نگاه کنم و همیشه به آینده نگاه کنم، دیگه نمیذارم کسی ناراحتم کنه. همین دخترم. مامان ببین چه صبونه ای آماده کردم، چاییم میذارم، زود باش بیا. به بابا بزرگم بگو اون شیرینی خیلی دوست داره. باشه پس من برم بابا بزرگ رو بیدار کنم بیاد اینجا. من که دیگه طاقت ندارم. وسطش نفسم بگیر اگه وقت کردی. بابا بزرگ حشمت نیست. چطور؟ یعنی چی نیست؟ نمیدونم، تو اتاقش نیست. ای خدا.
شده. چه یعنی؟ منم میخواستم همین از شما بپرسم، من اینجا چی کار دارم؟ ما چرا تو بغل همدیگه خوابیدیم؟ چی یادت نمیاده؟ نه، من برای چی اومدم؟ کی اومدم؟ اصلا یادم نمیاد. وقتی ما تو رو دیدیم اون خیز بزرگ تو بغلت بود و نشسته بودی، هوش و حواس درستی نداشتی. منو نمیبخش، منو نمیبخش. چی داری بگی پسرم؟ منو نمیبخش، منو نمیبخش. چیزی خوردی به سرت بابا جون؟ زداشت زداشت پاشو باید خونت بینم، پاشو بینم پسر، زداشت پسره مرد. هیچ جا نمیرم، میخوام همینجا بشینم و یخ بزنم تا حیاتو نبینم جایی نمیرم. پسرم هم یه عدد نشستی رو سنگ یخ، فردا مریض میشه، پاشو بارو خونت. بارون بباره، برف بباره، توفانم بیاد، من جایی نمیرم، میخوام حیاتو ببینم. حمید بیا اینو ببدیم تو ماشین. من اینجوری خوبم. باشه باشه میدونم خوبی، ولی فردا صبح نشونه دیدم. زداشت 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 بایستو 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 خیرسم هم بیار. باشه پسر خیرس اینم بیار، باباشم هم من میبرم. عجب گرفت، میخوام بدمش حیات. هیچ کدومو یادم نمیاد. من خلاصشو بهت گفتم، بقیهشو بی خیال، پاشو برو خونت دیگه. چرا وایسادی؟ خرستو میخوای؟ بردار اونم بردار برو. نه، ولی شما بعد اینکه منو سوار کردین چرا پیش من موندین؟ این بحثش جداست، اونم به خودم مربوطه. چیزی نیست که بخواین به من بگین؟ کمتر میخوردی که یادت بیاد. حیات، بابا بزرگ، تو کل شب و اینجا بودی، داشتیم از نگرانی میمودی. اینجا بودم دخترم، کجا میخواستی باشم آخه؟ از شوهر پرستاریم کردم. من میرم سر کار، شب با هم حرف میزنیم. حیات، حیات یه لحظه، میشه با هم حرف بزنیم؟ حرفی برای گفتن نداریم مراد، من فکرمو عوض نمی کنم، من نخواهم هم کرد، برای همین نیازی نیست الکی زمان از دست بدی. وایسا بذار دردمو بهت بگم، یه کاری کنم منو ببخشی. چطوری میخوای این کارو بکنی؟ با بد کنن؟ با خرس؟ آراسی پشمکم بوداره؟ ببخشی ولی من اون قدام راحت نیستم. تو چی میخوای؟ بگو اون کارو بکنم. باشه، میخوام همه قبول کنن که از هم جدا شدی. کجا بریم خانوم؟ مورا چی کار میکنی؟ از ماشین پیاده شو. چرا مگه سارت نمیری؟ خب منم میرم دیگه. تاکسی دیگه ای نیست، یکی دیگه سوار شو. مگه من غریبم؟ خب هزینه تاکسی رو با هم تقسیم میکنیم. نه آره، ببین مراد، حوصله یه بازی دیگه ندارم. منم حوصله یه بازی ندارم، داره دیر میشه، زود باش آقا حرکت کن بریم. اینا الان با هم آشتی کردن. خوبی بابا بزرگ؟ نه خوب نیستم، خوب نیستم همین. بریم بیمارستان. آره بریم بیمارستان، اگه زحمت نیست منو ببرم. یکم برو اون برتر در ببندم. جا دکتر خودم هست. به نظرم حیاتو ببرین یه روانشناس خیلی خوب، اصلا حالش خوب نیست.
والا حق با توه. حتی به نظر من اون الان تو دوره انکاره، اما مثلا من قبول کردم. خیلی سرم بمیرم ایشالله. چیو؟ حیاتو؟ نه عزیزم، خودمو دروغو میگم. ببین من از الان میگم شما بچه سومتون رو میگیریم بغلتون، اما منو دروغ بازم داریم در جا میزنی. حالا ببین چرا آخه؟ شما دوتا که با هم دیگه دوست شدین. ما وقتی دوست معمولی بودیم بیشتر همدیگر رو میدیدیم. ایپک من میفهمم، همه چیو میدونم. این منو به دست آورد، حواسش برطرف شد، دیگه حالا حوصله‌مو نداره، دیگه خسته شده، منو تو مشه خودش میبینه خسته شدم. چطوری به دستت آورد؟ به صورت تئوری به دست آورد دیگه ایپک، بفهم دیگه. آی شماها دیوونه این به خدا، همتون دستی دستی دارین خودتون رو افسرده میکنین. آفرین، دارن در میزنن، برو ببین کیه. زود باش یه هوا بخور. من باید در رو باز کنم. اومدم، باش الان باز میکنم. عجب این مورد سارسیلمازو ببینه، طرف اصلا کم نمیره، واقعا دمش گرم. آسلی سویکان؟ بله. میشه زیر اسمتون امضا کنیم؟ چرا؟ مگه نگفتین آسلی سویکان شمایی؟ چرا؟ برای من فرستادن؟ اینجا رو امضا کنین لطفا. البته که امضا میکنم. روزتون بخیر. آسلی من دیگه میرم. وای اون چیه؟ وای واسه حیاته؟ نه آی کرم واسم فرستاده ها. آخه جانم. نه دروغ فرستاده. یه چی نوشته بودم؟ عشقم این واسه توی عزیز دلم. خب حالا میدونم در مورد تو کوتاهی کردم به خاطر کارمه، ولی بهت قول میدم که تلافی کنم. دلم برات تنگ شده. منم خیلی دلم برات تنگ شده. آی عزیز دلم، منم دلم برات خیلی تنگ شده. اینجوری که نمیشنوی دیوونه. تو چیز کن، بهش زنگ بزن، چه میدونم یه مسیج بده، یا از یه ابزار ارتباطی استفاده کن، مثلا دود. وای ایپک خیلی خوشحالم، پروانه از قلبم دارم به پرواز در میان، بعدش میان رو قنچه این گل میشینه. میگم که دیوونه ای دختر. دیرم شده، من باید برم. برای تو گلات آرزوی خوشبختی میکنم. میگفتم آرزوی خوشبختی دارم دیگه، برو. چند تا گله؟ یک دو سه چهار پنج.